مسئولان اداره عتبات و مزارهای مقدسه در کشور عراق بر تلاش برای رونق گردشگری دینی از طریق افزایش خدمات و تسهیل راه‌های رفت و آمد به شهرهای زیارتی این کشور تأکید کردند. اداره عتبات و مزارهای مقدسه عراق با صدور بیانیه رسمی که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسید، ضمن اعلام این خبر افزود: ما تلاش می‌کنیم با افزایش خدمات و ایجاد مسیرهای آسان و مناسب برای رفت و آمد زائران در داخل عراق و زائرانی که از خارج عراق می‌آیند بر تعداد زائران بیفزاییم و موجب رونق گرفتن هرچه بیشتر گردشگری دینی در عراق شویم. این بیانیه افزود: از جمله اقدام‌های صورت گرفته برای دستیابی به این هدف، آماده کردن برنامه‌های زیارتی به اماکن زیارتی مختلف در عراق است. یکی از برنامه‌های اخیری که در این چارچوب صورت گرفت، اعزام کاروان‌های زیارتی از سراسر عراق به حرم سلمان محمدی، سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه بود. این زائران ضمن زیارت این مکان مقدس از مناطق تاریخی و باستانی حرم سلمان فارسی و اطراف آن بازدید کردند. در داخل حرم هم برخی برنامه‌ها برای زائران تدارک دیده شده بود. بیانیه اداره عتبات و مزارهای مقدسه عراق در ادامه افزود: این برنامه اولین در نوع خود نبوده و آخرین هم نخواهد بود، زیرا چنین برنامه‌هایی به رونق هرچه بیشتر گردشگری دینی و در نتیجه رونق اقتصادی کمک می‌کند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل اعلام کرد دست کم 90% مردم افغانستان در آستانه فقر قرار دارند و کودکان بیشترین بار این بحران را بر دوش می‌کشند. فران آکیزا، نماینده صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف، با تاکید بر بدتر شدن اوضاع افغانستان گفت: اگرچه جنگ در این کشور تا حدی متوقف شده است، اما دهه‌ها درگیری به این معناست که هر روز حقوق کودکان به وحشتناک‌ترین روش‌ها نقض می‌شود. نماینده یونیسف گفت: بر اساس آمارهای ابتدایی بین ژانویه تا مارس سال جاری میلادی 134 کودک در نتیجه انفجار بمب و مهمات انفجار نشده در مناطق متروکه جنگی کشته یا معلول شدند. این مقام سازمان ملل خاطر نشان کرد بیش از 1.6 میلیون کودک در افغانستان که برخی از آنها فقط 6 سال دارند در شرایط خطرناک کار می کنند. گزارش های رسیده از دیدبان حقوق بشر حاکی از آن است که پناهجویان روهینگیا با خطرات جدیدی روبرو هستند و بنگلادش قصد استرداد آنها به کشورشان را دارد. این گزارش در ادامه می افزاید: بنگلادش و میانمار در حال سازماندهی بازگشت آوارگان روهینگیا از بنگلادش به ایالت راخین میانمار هستند که این امر می تواند خطرات زیادی را برای زندگی پناهندگان و آزادی آنها ایجاد کند. در پایان لازم به ذکر است آوارگان روهینگیا همواره گفتند که می خواهند به خانه برگردند، اما تنها زمانی که امنیت ایشان و خانه هایشان در شهرشان و نیز آزادی رفت و آمد و حقوق شهروندی آنها تضمین شود. نگهبانان زندان جو زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را مورد ضرب و شتم قرار دادند که منجر به مجروح شدن تعدادی از آنها با جراحات و سوختگی شد که هنوز از میزان آن اطلاعی در دست نیست.
کمیسیون امور زندانیان اعلام کرد که اخبار دریافتی از زندان مرکزی جو مبنی بر حمله وحشیانه به زندانیان سیاسی محکوم به اعدام که با جراحت و تخریب اموال تایید می کند که رژیم آل خلیفه زندانها را به ایستگاهی برای انتقام گیری سیاسی، اخاذی از جامعه مخالف و فشار بر خانواده زندانیان تبدیل کرده است. گفتنی است امروز تمام زندانیان محکوم به اعدام همچنان بدون ارتباط با خارج نگهداری می شوند و اداره زندان آنها را از تماس با خانواده یا خروج از سلول منع کرده است. سازمان حقوق بشری ریپریو از مقامات زیرربط خواست تا امکان دریافت کمک‌های پزشکی به بازداشت شدگان را برای صدماتی که در نتیجه حمله متحمل شدند را فراهم کند. شیخ شهید العطابی از شخصیت‌های محبوب و پرطرفدار عراق در فضای مجازی در سفر به شهر مقدس قم با حضور در بیت بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامزلو با معظم الله دیدار و گفتگو کرد و مورد استقبال ایشان قرار گرفت. آیت الله العظمی شیرازی در این دیدار ضمن خوش آمدگویی به شیخ العطابی که از عراق به ایران سفر کرده از خدمات تبلیغاتی ایشان در راستای نشر علوم و معارف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قدردانی کرد. معظم الله در ادامه اظهارات خود همه مردم مؤمن را به تفکر درباره آخرتشان دعوت کرد تا به فرموده ایشان بعد از تلخی و سختی هایی که در دنیا چشیده اند شیرینی آخرت را بچشند. شیخ العطابی نیز در این دیدار از خدمات مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظمی شیرازی دامزلو در شهر مقدس کربلا تقدیر و تشکر کرد و گفت حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی محمدی رئیس این مؤسسه و دیگر همکارانشان در راستای حمایت از ایتام و نیازمندان تلاش بسیاری در سراسر عراق می کنند. منابع وابسته به سازمان ملل آماری جدید از شمار قربانیان جنگ میان دو ژنرال منتشر کردند. سازمان ملل متحد اعلام کرد که شمار قربانیان درگیری‌ها در سودان به 705 کشته و 5287 زخمی رسیده است. همزمان کمیساریای امور پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد که روزانه 5000 تن از سودان به مصر فرار می‌کنند و از آغاز درگیری‌ها تا کنون 110000 سودانی وارد مصر شدند. در این میان العربی الجدید در گزارشی از اوضاع خارتوم از غارت مغازه‌ها و شرکت‌ها و بانک‌ها و انبارهای کالا و حتی منازل شهروندان خبر داد. در پایان گفتنی است در حالی که ارتش سودان مدعی است نیروهای واکنش سریع پایگاه‌های خود را در مناطق پرجمعیت خارتوم بنا کرده و از ساکنان محلی به عنوان سپر انسانی استفاده می کند، نیروهای واکنش سری نیز ارتش را به حملات هوایی علیه پایتخت این کشور با بیش از 5 میلیون سکنه متهم کرده است. کمیساریای عالی امور آوارگان اعلام کرد که از بازگشت آوارگان سوری به کشورشان به شرط تضمین امنیت آنها حمایت می‌کنند. به گزارش اسپوتنیک، لیزا ابو خالد، سخنگوی کمیساریای عالی امور آوارگان اعلام کرد که این کمیساریا به هیچ وجه در مسیر بازگشت آوارگان به کشورشان سنگ‌اندازی نکرده، بلکه از این امر به شرط تضمین امنیت آنها حمایت می‌کند. این مسئول سازمان ملل عنوان داشت که کمیساریا خواهان دادن تابعیت به آوارگان سوری در لبنان نیست و آنچه که می‌خواهد همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام به حقوق همگان است تا بازگشت امری ممکن شود.
سازمان جهانی بهداشت تخمین میزند که مقاومت بدن انسان در برابر آنتی بیوتیک ها تا سال 2050 میلادی سالانه جان 10 میلیون نفر را خواهد گرفت. دانشمندان بر این باور هستند که نوعی باکتری در میان موهای بدن تنبلهای کاستاریکا زندگی می کند که می تواند به بشر برای مقابله با ابر باکتری ها و کشف آنتیبیوتیک جدید کمک کند. محققان با بررسی موهای بدن تنبلهای دو انگشتی و سه انگشتی به احتمال وجود نوع باکتری که تولید کننده آنتیبیوتیک است پی بردند که فضای زندگی حشرات جلبک‌ها، قارچ‌ها و باکتری‌های موجود را کنترل می‌کند. به گفته دانشمندان این باکتری با قابلیت تولید نوعی آنتیبیوتیک مانع از گسترش انواع خاصی از حشرات، جلبک‌ها یا باکتری‌ها در میان موهای بدن تنبل می‌شود.